دوست عزیز، ادامه برنامه از بخش اسکایپ ماست. ما روزای سی شنبه در این بخش اختصاص داریم برای هموطنهای عزیز ما، برای جوانهای ما که فعالیتهایی دارند در بیرون از افغانستان. امروز باز هم طبق معمول یکی از افغانهای ما که فعالیتها در بخشهای مختلف از خود نشان دادن، رومان حساس با ما هستند، جوان افغان مقیم کشور سویدن. و آل هم فکر میکنم که مجده جان کدام گفتنی دارد برای شما میگه. رومان جان روی خط اسکایپ هستن، اما قبل از اینکه در اسکایپ وصل شویم همراهشان و صحبت ها رو آغاز بکنیم، چه خوب است بریم یک بسته معلوماتی یا یک ویدیو از کارهایی که در سویدن انجام دادن با هم دیگه ببینیم و بعد از او صحبت آغاز میکنیم. رومان حساس جوان افغان مقیم کشور سویدن. رومان حساس فرزند جنرال عزیز متولد سال 1362 در شهر کابل افغانستان می باشد. او در سن 6 سالگی کشور را به مقصد روسیه ترک نمود و بعد از 5 سال زندگی در روسیه به کشور سویدن مهاجرت نمود. با 19 سال می شود که در شهر استکهلم سویدن زندگی می کند. رومان حساس انجینیر ساختمانی و همچنان یکی از بهترین کیبورد نواز، کمپوزیتور، ارنجر موسیقی در شهر سویدن می باشد. رومان حساس از سن 12 سالگی ورزش در سویدن آغاز نمود، در رشته تکواندو و در سال 2003 در کشور سویدن قهرمان تکواندو بود. بعد از چند مدت او به ورزش فتنس رو سه مرتبه تا به حال قهرمان فتنس کشور سویدن شده است. یک مرتبه در سال 2014 و دو مرتبه در سال 2015 میلادی. بله، ای هم رومان جان بود که در کشور سویدن زندگی میکنن. آل هم روی خط اسکایپ با ما هستن. رومان عزیز سلام، صبحتان بخیر. فکر میکنم کمیل از اونجا ساعت 6 صبح است. سلام ایمال جان، بله 5 صبح است. 5 صبح است. بله. صبحتان بخیر باشه. میبخشید که در این وقت صبح شما رو ما از خواب بیدار کردیم. هیچ گپ نیست. سلام ایمال، برای شما تقدیم میکنم و برای سلامت باشین. زنده و سلامت باشین. در اتاق تا یک عالم کپ ما اونجا میبینیم، نایفم درست حساب کرده نمیتونم که چند تاست. میشه در رابطه با فعالیت هایتان صحبت بکنیم و آهسته آهسته بریم سر ای کپ هایی که در پشت سر چیدین و بسیار مقبول دکورم کردیم. زنده باشین. مجده جان، من از سن 11 سالگی هسته که در سویدن زندگی میکنم. 12-13 ساله بودم که تکواندو رو شروع کردم. من 6 سال تکواندو کردم، در تیم ملی سویدن بودم و مسابقه های کلان کردم و اونا را چند کپ طلا گرفتم در ای بخش. و بعد از او 13 سال میشه که تقریبا سپورت فیتنس هم میکنم و تا حال 3 مسابقه فیتنس کردیم که در 3 طلا بودیم. بله، بسیار خوب. رومان جان، این را میخواستم در کل از فعالیت هایتان بدانم که چه فعالیت هایی در سویدن که هستین انجام میتین و مکبم و بسته معلوماتی که دیدم خوب کیبورد هم مینوازه. بله زنده باشین ایمال جان. بله، من از سویدن رشتم انجینیر ساختمانی هستم، انجینری را خواندیم در سویدن و تقریبا 7 سال میشه کار میکنم در این بخش. غیر از اون من کار موسیقی را هم میکنم همراه هنرمندای محبوب کشور ما. تاب جان آرش در سویدن هستم، همراهشان کار میکنم. ادریس جادی، جای جان شریف، مخلا با شکن صدا باشه همراه اینا کار میکنم و غیر از او در پالیش کار فتنس هم میکنم. بسیار خوب، بسیار عالی. حالا میخواستم این رو بپرسم که رومان جان بیشتر دوست دارین یک ورزشکار خوب باشین، یک انجینر خوب و یا یک نوازنده خوب؟ والا بر من عرصهش مهم است، چون عرصه چیز دوست دارم بسیار. فتنس بر من بسیار چیز مهم است، چون ساعت آدم خوب میباشد، تمرین که میکنم، موسیقی مرا خوش نگاه میکنم و کار که هست بسیار کار مهم است که آدم یک جای خدا برسانه در این کشورها. بسیاری، یعنی مکس هر سه شاید دوست دارین که ادامه بتین. بله هم و رومان جان، بم گوشی اتاقتان من کیبوردتان هم یک آله موسیقی هست فکر میکنم بپشت سرتان؟ بله. یا نی؟ بله هست. گیتار هست. گیتار هست. بله گیتار هست. و رومان عزیزی را میخوایم بدانم که از افغانها بگوین که در سویدن زندگی میکنن، از جوانهای افغان بیشتر مصروف چی کارها هستن در اونجا؟ در اینجا نام خدا بسیار فعالیت ها میکنن افغانهای ما. درس میخوانن زیادشان، کار میکنن در رشته انجینری، در رشته
در گرشتای بسیار خوب کار میکنن افغانای ما در سویدان. بسیار خوب. بسیار عالی. و میشه پلان هایتان برای آینده را هم بگین؟ دوست دارین یک روز به افغانستان هم بیاین و مسابقات ورزشی اینجا داشته باشین و یا در یکی از کنسرت ها شما نوازنده باشین بالاخره، یا ای که به عنوان یک انجینیر بیاین و ساختمان سازی بکنین؟ چرا نه متاسفانه تا حال خود کدام دفعه نشده که برام کدام مخل طرف های افغانستان آمده باشه، اما به خیر اگه آمد از عارف میایم، یا از طریق موسیقی یا از طریق فیتنس. چرا نمیخوایم بیایم افغانای ما را ببینم، وطن ما را ببینم. بله. بسیار خوب. رومان جان میخوایم در اخیری را بپرسم برادر عزیزم که پیام گفتنیتان برای مردم افغانستان، برای جوانای افغانستانی که همین جا زندگی میکنن، چه گفتنی دارین برشان؟ گفتنی ما یگانه چیز است که ما افغانا بسیار استعداد داریم. بله. و پشت کار داشته باشیم، هر چیز میگیریم صحیح کار شکنیم، یا موسیقی است یا ورزش است، آدم از امی اول از تیوری شروع کنه و سم صحیح هم تو از امی را پیش ببریش. بله. بسیار عالی. صحبت هایتان هم خیلی خوب بود. من مطمئن هستم جوانایی که شنیدن یک تکان خوردن و کوشش میکنن بعد از این هر آن هدفی را که دارن به شکل درستش دنبال بکنن. خوشحال شدیم از صحبت کردن با شما رومان جان. به امید موفقیت های هرچی بیشترتان بخیر. دفعه بعدی که همراهتان صحبت کردیم امید داریم که این تاخچه دو تاخچه شوه و به کپایتان اضافه شوه. بخیر. تشکر وقتتان بخیر. خب و رومان جان بودن از کشور سویدن و نام خود یک جوان خیلی فعال و یک جوان نیکوشا. ما خو خیلی از دیدن یک همچین جوانه با استعدادی خوشحال میشیم. خب دوست عزیز، اگر شما هم میخوایم که عزیزایی که در بیرون از افغانستان هستین، امیر اعضا بیننده ای بخش اسکایپ ما بودین و هستین، اگر شما هم از فعالیت هایتان میخواین که ما را مردم افغانستان در جریان بگذارین، پس ایمیل آدرس ما را یادداشت بکنین، bomdat@tulu.tv هست و یا میتونین پیام بگذارین با 456 بعد از انتخاب زبان کلید 627 فشار بتین. اگر از این طریقا نتونستین با ما در تماس شوین، سری هم بزنین به صفحه فیسبوک بامداد خوش، فقط یک پیام بگذارین. ما انشالله روزای سه‌شنبه را اختصاص دادیم یک بخش خود برای اسکایپ که عزیزایی که در بیرون افغانستان هستن آل هم میریم سراغ یک وقفه و پس از وقفه در ادامه برنامه بخش سرخط با ما باشین که در این بخش هم میمان خیلی عزیز با خود داریم، محمد آصف شمس، معاون اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان، در رابطه با وضعیت سرمایه گذاران در افغانستان در این اواخر صحبت میکنن. آل هم وقفه.